نقله که بابی فیشر بزرگ قبل از اینکه بازی اون روزش رو کامل بررسی نکرده باشه خوابش نمی برد. روز چهارم از تمرینات حرفه‌ای یک شطرنج باز، خوش اومدین به کانال خودتون، کانال لذت شطرنج. توی روز سوم دیدین که من با یه استاد بزرگ بد بدن چغر سنگالی شطرنج سری بازی کردم و چه بازی قشنگی شد. البته اینم بگم توی کاور ویدیو دیدین که حریفم سیاپوس نبود، پس چجوری سنگالیه؟ خب ایشون تا سال 2022 برای اسپانیا شطرنج بازی میکرده، اصلیتش اسپانیایی هستن و سال 2022 رفته برای سنگال بازی میکنه و ریتینگ فیدهش هم 2450، بازی کنه قدیمی کار خوبیه. حالا امروز میخوایم چی رو بهتون آموزش بدیم؟ اینکه مطالعات یک شطرنج باز چجوریه، تمریناتش چجوریه، بعد علمی شطرنج چیه، اینی که میگن شطرنج علم ورزش و هنره، علمش چیه؟ حالا امروز با هم دیگه بررسی میکنیم. یکی از کارهای سختی که شطرنج باز باید انجام بده اینه که بازی شطرنج رو به صورت علمی بررسی کنه و تدارکات خیلی زیادی رو داشته باشه، مثل درسی که چجوری میخونی. البته لذتش خیلی بیشتره، به خصوص با کانال لذت شطرنج. حریف من با من چی بازی کرد؟ سیستم لندن ورسوف، سیستم ورسوف، سیستم جوباوا راپورت، همه چی بهش میگن. بریم ببینیم چجوری شروع میشه این سیستم. بازی با حرکت پیاده وزیر آغاز شد. اینم بگم که من دارم این بررسی‌ها رو توی سایت لیچس انجام میدم، خودم با چس اسپیس انجام دادم و اینم بگم که شب قبل انجام دادم و این تا 12 شب و اینا طول کشید، مثل بابی فیشر خوابم نبرد تا بررسی‌ها رو تموم کنم، ولی دیگه نمیتونستم براتون ویدیوشو بگیرم، چون اگه می‌خواستم ویدیوشو بگیرم دست شما یکی 4 و 5 می‌رسید که شما تو خواب لالا بودین و یکم اینکه همسایه‌ها منو از ساختمون بیرون می‌کردن. پس صبحش دارم این بررسی‌ها رو براتون انجام میدم. چرا توی لیچس گذاشتم؟ چون لیچس امکانات بیشتری داره. می‌خوام بهتون یاد بدم که چجوری خود. حالا خیلیاتون شاید با چس اسپیس کار نکنین، لازمم هم نیست، همین لیچس کافیه. چس اسپیس چون من خیلی باهاش کار کردم و از اوایل شطرنج با چس اسپیس بوده، اونجا یکم سیستمش حرفه‌ای تره. برای اینکه چجوری بررسی، مطالعه یا استادی توی لیچس بسازین، من قبلا یه ویدیو ساختم توی آموزش لیچس، خیلی قدیمیه، ویدیو مال پارسال ایناست، میتونین برید اون رو ببینید، لینکش رو زیر این ویدیو براتون قرار میدم. حالا بریم بازی رو بررسی کنیم. د4 اسب وارد خونه F6 میشه. توی سیستم اصلی جوباوا راپورت سفید اسبش رو وارد خونه C3 میکنه و سیاه با D5 بازی میکنه، چون سیاه سفید میخواد E4 کل مرکز رو بگیره، پس D5 فیل F4. به این میگن سیستم ورسوف. لندن هم بهش میگن، چون این فیل میاد F4 یه تداعی کننده لندنه دیگه. ولی توی لندن اصلی سفید اسبش رو تو C3 نمیذاره، اینجا اسبش توی C3 دیگه. ماشاءالله همه لندن و ولدن، همه لندن باز شدن. ولی این سیستم جالب تر از لندن، یعنی یکم ناشناخته تر. این رو بهتون بگم کیا بازیش میکنن؟ راپورت و جوباوا، دو تا قراقاتی دنیای شطرنج، دو تا از اینایی که خوره بازی های خلاقانه و اینان و بازیکن های فری استایلی هستن، فری استایل شطرنج بازی میکنن، آزاد، یعنی سبک آزاد شطرنج بازی میکنن، خودشون شطرنج بازی میکنن، بررسی خودشون رو دارن و خدمت زیادی به این شاخه کردن، به همین دلیل اسم این دوتا روشه. حالا این سیستم اصلیشه. اما حریف من که اینجوری بازی نکرد، حریف من با اسب خونه F3 آغاز کرد، فعلا دست خودش رو نمیکنه، من G6 رو بازی میکنم، میخوام فیلم رو فیانکتو کنم، وارد قطر بزرگ کنم. حالا حریفم از C3 بازی کرد، حالا میخواد E4 بازی کنه. من باید تکلیف خودم رو مشخص کنم، آیا با مدرن و پیرک اوکی ام یا نه. اگه اوکی ام که میتونم بازیش کنم، اگه اوکی نیستم که باید D5 رو بازی کنم، که من این کار رو کردم. D5 و حریف من فیل رو به F4 میذاره. حالا این دیگه شد سیستم جوباوا لندن. البته یه چیز الان من که یاد گرفتم، توی سایت لیچس بهش میگه بری اتک، یعنی حمله بری، نمیدونم اسمش چیه، بری چرا بری هرچی که هست، اگه کسی میدونه توی یا سرچ بزنید توی اینترنت براتون بیاره، برای منم توی کامنت ها بنویسید که چیه، لایک هم بزنید. خیلی چند بار این ویدیو رو ضبط کردم خوب نشده، این دیگه امیدوارم آخرین بارش باشه، دوباره مجبور نشم ضبطش کنم. پس فیل F4 بازی میشه و سیاه فیلش رو به G7 میذاره. سفید هم میتونه با وزیر D2 بازی کنه، هم E3. وزیر D2 رو آخر بهتون میگم. فعلا بریم با E3 که توی بازی انجام شد شروع میکنیم. من از آخر به اول میام، یعنی شیوه درست بررسی اینه. حالا بهتون میگم چی. E3 رو حریف بازی کرده، من قله رفتم تا اینجا رو درست بازی کردم و حریفم فیل E2 رو بازی کرد توی بازی. یعنی اول چیزایی که توی بازی بررسی شده رو کامل بررسی میکنم، بعد میام لاینای فرعی رو بررسی میکنم.
اینجا حرکت درست اسب پنجه که آرونیان بازی کرده، استاد بزرگ طباطبایی بازی کرده، خیلی ها بازی کردن و حرکت درست اسب پنجه که به اونم برمیگردیم. ولی فیل ایدو این شروع بازی رو از هر دو جهت هم بررسی میکنیم، پس در نظر داشته باشیم. توی بازی فیل ایدو بازی شد. خب اینجا یادتون باشه من آشیش کردم، گفتم از حالا دیدین اسب پنجه، پس به خاطر این بود که سیاه آشیش نکرده بود. من آشیش کردم چون نمیخواستم چیزیش وارد به پنج بشه، ولی لازم نیست اصلا اینجا آشیش کنی. بابا همینجا یه ضرب 3-5 رو برون، بهترین حرکته، بهترین حرکت توی این وضعیت 3-5. اصلا دیگه نگرانی راجبه تو از به 5 نداری توی این وضعیت و مشکلی وجود نداره. حالا بریم ببینیم سفید چه حرکت هایی داره، من چجوری بررسی میکنم وقتی حالا برای بازی های بعدیم دیگه 3-5 رو در نظر دارم. اگه با هم بازی کردیم بدونین که باهاتون 3-5 بازی میکنم، پس تدارک ببینین برام، همین ویدیو رو هم ببینین میتونین تدارک بهم بزنین. خب سفید چه انتخاباتی داره اینجا؟ قله، اسب 5، ده در 3-5، سه تا حرکت دیگه، حرکت خاص دیگه ای نداره. خب اگه پیاده رو بزنی چیکار میکنی؟ اسب وارد D7 میشه. من چجوری میفهمم از D7 خوبه؟ یکی اینکه اسب آشیش خوب نیست و یکی اینکه با توجه به رفرنس، با توجه به پایگاه اطلاعاتی که وجود داره، دیتابیس هایی که وجود داره و مرجع هایی که وجود داره، من میرم بازی ها رو میبینم. همین الان این پایین میبینید دیگه، مثلا میگه ببینید همین الان برگردیم، میگه اسب 5 ده در 3-5 قله. همینجا هم بهتون میگه، میگه اسب 5 51% بازی ها بوده، 30% سفید برده، 43% مساوی، 26% سیاه برده. پس اینه ده در 3-5 اینجوریه. ده در 3-5 عمل کردش خوب نیست، سیاه بهتر از سفید عمل کرده، پس ده در 3-5 اصلا حرکت خوبی نیستش. حالا بریم ببینیم چیه. ده در 3-5 اسب وارد خونه D7 میشه. اسب که میاد D7 میخواد پیاده 3-5 رو بزنه. سفید اگه بخواد قله اینو بره که اسب در 3-5 میزنیم مرکز رو میگیریم دیگه، خوش خوشونمونه، همه چی اوکیه دیگه، پس نمیشه اینجوری بازی کنه. پس باید D5 رو بزنه دیگه، اینجا قله اینا حرکت خوبی نیستش. باید D5، اگه دیگه من قله رو لازم ندارم بررسی کنم، میگم بس در 3-5 میذارم همه چی اوکیه، چرا اینو اصلا بررسی کنم؟ پس اس در D5 بازی شده. این اس در D5 کاروانا سویدلر هم بازی کردم، من اینو ندیدم این بازی رو توی چس اسپیس، حالا میریم اینا با هم دیگه میبینیم. وزیر در D5 و فیل در B2، همینم هم بازی شده. میشینیم به رخ و اگه رخ تکون بخوره میتونیم فیل کیش بدیم و اوضاع عالی میشه، عالی عالی فوق العاده میشه. پس نباید رخ رو تکون بده و اینجا باید قله بره، کاری که کاروانا هم بازی کرده و قله رفته و رخ رو قربانی داده. چرا این رخ رو قربانی میده؟ چون این فیل بعدن خیلی قوی میشه، یعنی تفاوت قربانی داده. سیاه میزنه و سفید پس میگیره. حالا حرکت های مختلفی اینجا وجود داره، حرکاتی که اینجا وجود داره یکیش اسب 6، یکیش وزیر A5، ولی بهترین حرکت وزیر A5 که من این بازی گانگولی استاد بزرگ هندی رو در نظر گرفته بودم برای اینکه بهترین لاین چیه، این وزیر A5. ببینیم آیا سویدلر هم، بله سویدلر هم همین رو بازی کرده، وزیر A5 میشینه به پیاده C5. سفید فیل رو میذاره H6، میشینه به رخ F8. اینجا نباید این رخ رو بخوای نجات بدی، این به رخ رو بخوای نجات بدی این بازی رو میبازی. خیلی راحت میاد حمله میکنه، از C5 اینا داره، وزیرش میتونه بشینه D4، F7، G7 اینا خیلی ضعیفه، رخ رو نباید نجات بدیم. وزیر در C5، آقا میخوام برم توی آخر بازی، اگه میتونی بزن میزنم، با فیل بزنی توی F8 با شاه میزنم آخر بازی بهتر. ببینید حتی برتری هم گذاشتم اینجا، برتری مختصر سیاه که اگه بعدم برگشتم چجوری بخواین برتری بزنین، زیر صفحه توی قسمت استادی وجود داره چیزهایی که خودتون بیاین دستکاری کنین امتحان کنین هستش. اینجا میایین برتری ها رو بهتون میتونین بزنین. الان اینجا سیاه برتری مختصر داره، چرا؟ چون سفید دو تا پیاده ضعیف داره و سیاه پیاده هاش متصل هستن. این آخر بازی به نفع سیاه، فیلش هم میتونه وارد این خونه ها بشه. یه بازی هم بازی شده که سیاه برده، یه استاد بزرگ 200 رو برده، پس این برای سفید خوب نیستش که وزیرها رو تعویض کنه، باید وزیر رو برگرده B3 که کاروانا همین رو بازی کرده، وزیر اومده خونه B3 و اینجا حرکت B6 بازی میشه، حرکتی که آقای گانگولی بازی کرده، گانگولی. آره پیتر سویدلر رو هم میتونم ببینم، الان یه اینسرتی اینجا میزنم، میزنم روی بازی، ویو بزنم یه پنجره دیگه بازی میشه، سایت بزنم که فقط بهش ارجاع داده میشه، اینسرت یعنی وارد میکنه، اینجا اینسرت رو میزنم ببینم اون بازی چی بوده. پیتر سویدلر وزیر B6 بازی کرده، اینم خوبه، یعنی وزیر B6 بازی کرده، بازیشون هم با کاروانا تهش مساوی شده، اینجوری وارد این آخر بازی شدن و یکم سفید پیاده هاش اوکی شده، اینم خوبه واقعیتش، چون سویدلر خب کاروانا هم بازیکن خوبیه،
با مساوی هم اوکی بوده، بازیشون در نهایت به مساوی خاتمه یافته. من این بازی رو بررسی نکردم کامل چون نمیخوام وزیر بهشیش رو بازی کنم، پس لزومی نداره این رو بررسی کنم. این هندیا تدارکات شروع بازیشون خیلی خوبه. یه نکته ای هم که بگم، آره بازی سویدلر بعد اون بازی گانگولی جالبه، پس شاید سویدلر هم از اون بازی خبر نداشته. به نظر من اینجا بهشیش بهترین حرکته که بازی شده. بازم میگم نجات دادن این رخ اصلا خوب نیستش. مثلا اگر رخ رو بذاری، رخ رو بذاری D8 که رخ رو میذاره D1 کلن نابود میشی، اسب داره میاد، فیل داره میاد، کار تمومه، همینجا بازی کار تموم میشه. ولی اگر مثلا اگرم میتونی اولا با اسب G5 شروع کنه، بعد E6 بعد رخ D1 رو بازی کنه، کار تمومه، داره فیل B5 میاد، داره وزیر B2 میاد، داره اسب B4 میاد، شاه سیاه کارش تمومه و مهرهاش هم تکون نمیخورن، سفید کاملا برنده میشه، پس این رو باید بلند باشی. رخی 8 چی میشه؟ رخی 8 از G5 نشستیم به این، پس به این دلیله که رخ رو نباید تکون بدیم. اگر E6 حالا اول فیل B5 این اسب رو آچمز میکنه، اگه مثلا وزیر رو برگردی وزیر C3 میشینه به مات، F6 بازی کنی اسب B4، حتی استری 6 هم وجود داره که بزنی فیل C4 ولی نمیزنی، اسب B4 قوی تره، فیل در D7 بدون دفاع استر F6 داره میاد، کار تموم میشه. پس باید اینا رو بلد باشیم که اینجوری بازی نکنیم. البته خب اینا رو بازیکن خودش هم میتونه پیدا کنه، ولی B6 حرکت زیباییه که میگه آقا بزن، تو مگه نمیخوای بزنی؟ سفید رخ رو میذاره D1 میگه فعلا نمیزنم، اسب F6 میگه دیگه الان باید بزنی، میزنه شاه در F8. خب همه چیز اوکیه برای سیاه، فیل وارد C4 میشه. ببینید من همه اینا رو بررسی کردم، یه بازی قشنگه، میخوام این بازی رو تا آخر براتون بررسی کنم. یکم ویدیو طولانی میشه ولی میخوام بدونید که یه شطرنج باز چجوری باید تمرین انجام بده و چقدر کارش سخته، چقدر بررسی. من بررسی اینا یه 3-4 ساعت میگم طول کشید اگه همه شو میخواستم به اشتراک بذارم که دیگه اصلا نمیشد، یعنی پروسش رو. فیل G4 اینجا انجین ها فیل F5 رو میگم، ولی از D4 E6 مثلا اینم من بررسی کردم، اینم بد نیست ولی خب یکم دوست ندارم مثلا این وضعیت رو، یکم خوشم نیومد. H5 بازی میشه و بعدش حالا خیلی خوشم نیومد H5 H6 نه H5 که G4 رو جلوگیری کنه، خوشم نیومد. خلاصه میتونه بعدن اذیت کنه این فیل رو. من همین فیل G4 که آقای گانگولی بازی کرده با سری رام فکر کنم توی قهرمانی هند بازی شده، فیل در F7 بیادر قربانی داده، اینجا گانگولی زده توی F3. من خودم الان اینجاست که بازیکن میگن نوآوری میده توی بازیش، نوولتی میزنه. اگه من این رو بازی کنم احتمالاً رخ C8 رو بازی میکنم، چون با بررسی این بازی فهمیدم فیل در F3 بهترین حرکت نیستش، البته حرکت بدی هم نیستش و یکم مشکوکه. ببینید علامت هم زدم براش، مشکوک. رخ C8 بهتر میشینه به پیاده C2، علامت خوب داره، میتونستم علامت نوآوری هم براش بزنم. حالا یکم دیگه بازی پیچیده میشه، سفید بهترین لاینش اینه. فقط سریع خدمتتون نشون میدم که بدونید چجور میشه بازی از C4 A6. سفید این خونه E6 رو همیشه داره، سیاه باید یکم حواسش باشه، وزیرش خوبه بازی ولی در نهایت متعادله، یه همچین چیزی میشه بازی در نهایت متعادله. پس این بررسی های منه، ولی خب توی این بازی گانگولی زده توی F3، وزیر رو گذاشته H5، رفته برای شکار جناح شاه، وزیر رو گذاشته G5، یه بار تکرار کرده، حریفش تکرار کرده دیگه این تکرار نکرده. ریتینگ سیاه خیلی بالاتره، 2650، سفید 2388، پس تفاوت ریتینگ وجود داره، به همین دلیل سیاه ادامه داده، وگرنه اگر یه بازیکن در سطح خودش بود قطعا بازی رو اینجا مساوی میکرد. ولی خب سفید فیلو میذاره D5، اینجا اگر سفید فیل E6 رو بازی میکرد برتری مختصر سفید این وضعیت بعد وزیر C3، فیلش خونه های سفید رنگ رو میگیره، وزیرش خونه های سیاه رنگ رو، شاهش هم توی خونه E2 کاملا امنه و بازی به نفع سفید یکم و به نظر من سفید دست بالاتر رو داره. فیل D5ش هم بد نیست ولی خب رخ D8 بازی میشه، همه اینا هم اوکی، رخ میاد توی D6، وزیر C4 میزنن توی H2، رخ F4، همه اینا اوکیه و اینجا اشتباه بزرگ سفید حرکت فیل G8 که اینجا اشتباه فاحش میکنه. از بررسی شروع بازی میشه خیلی چیزا یاد گرفت، میتونی تاکتیکای اشتباه رو یاد بگیری، طرهای وسط بازی رو یاد بگیری، همه چیزو میتونی یاد بگیری. من تو این بررسی همه چیز رو الان یاد گرفتم، اینکه این فیل G8 چقدر تاکتیک اشتباهیه. الان اگه بزنه آره خوب نیست، معلومه که وزیر F7 کیش میده، شاه بری بالا، خیلی هم معلوم نیست الان اگه بزنه وزیر F7 شاه چش آ رخ چار نداره که، نکته چیه؟ رخ F7 آها رخ F7 احتمالاً شاه اینجا، نکتهش چیه پس؟ وزیر F7 شاه چش اینجا اگه میزد
خب این که چیزی نمیشه. خب رخ F7 بازم شاه H8 رو الان رخ اینجا میبره، شاه H6 چجوری میبره سفید؟ سیاه شاید الان رخ برگرده F4 با ایده رخ H4، مطمئن نیستم. نه انجین میگه اینا نیست، کلا داری چرت و پرت میگی. پس چی میتونست با اسبم بزنه؟ خب این چیه؟ هیچی چیه؟ من فکر کردم یه چیز دیگر رو اوورلوک کرده اصلا، الان اینو فهمیده اصلا. در جهشتم میبره، وزیر چیه قوی تره اصلا اینجا، وزیر چیه کار رو تموم میکنه. سفید باید اینجوری نمیکرد، باید فیلو برمیگشت ای4 که میرفت دسه فیل جهشت. من فکر کردم من شطرنجم خیلی ضعیف شده، ولی اینطور نیست. وزیر چیه شا اینجا حالا داره تو D1 مات میکنه، مجبوری رخو بذاری جلوش، میزنه میزنه از در جهش. این که قوی ترین لاین سیاه، یه سوار گرفت بازی رو، برچه بازی قشنگی شد. پس این از این شاخه، دیدین که چقدر من تا آخر بازی رو بررسی کردم. بریم برگردیم ببینیم اصلا چقدر زیاده، وای اینا رو چجوری بخوام بهتون بگم. خب بعد فیلیدو گفتیم 3-5 درسته، این از ده در 3-5، این از ده در 3-5 بود. پس ده در 3-5 رو دیدیم که چی میشه. حالا حرکت بعدی رو بریم قله رو بررسی کنیم. قله بازی کنی چیکار میکنیم؟ خب قله دو تا شاخه وجود داره، یکی اینکه B6 بازی کنیم، مثلا B6 جفتش خوبه، مثلا من یکیشو براتون میذارم. B6 اوکی است، B5 فقط B6 یه مشکلی که داره، با بازیکن ضعیف‌تر بازیش کنی بازی مساوی میشه اینجوری، مگه اینکه بخوای رخ B7 بازی کنی، وگرنه تکرار حرکت وجود داره اینجا. بعضیا هستن تکرار حرکت میکنن تو شروع بازی، همین یه بازی شده 2566 سفید اپیشن، اوه چرا با 2300 اینجوری کرده، شاید دور آخرینا بوده نمیدونم. ولی یه بازی دیگه هست که اینجا استاد بزرگ اسقر گلیزاده، یکی از اساتید بزرگ کشور که در گذشته قهرمان کشورم شده، یکی از بازیکنان خیلی قدرتمند بود، الان دیگه بیشتر مربیگری میکنن توی تایتل تیوزده. خیلی از بازیایی که اینجا با هم دیگه بررسی خواهیم کرد توی مسابقه تایتل تیوزده، یعنی عنوانداران سه شنبه ها خیلی مهم شده. بریم این بازی ها رو با هم دیگه ببینیم. از 3-6 بازی کرده استاد اسب E5 و فیل F5. اینجا میشه D4 هم زد، اسب گذاشته D7. من دیگه همه رو براتون نمیچینم. فیل F5 بازی شده، اسب در 3-6، B در 3-6 و اسب A4. این یک مانوریه که سفید گاهن میده توی خیلی از شاخه‌ها وقتی پیاده توی 3-6 3-5. پس یه مانور استراتژیک یاد گرفتیم که اسبشو بتونه بشینه خونه 3-5. سه در دی ای در ده، تا اینجا همه چیز درسته. اینجا استاد حالا بازی بلیتس دیگه، اسب رو میذاره E4 که با یه استاد بزرگ دیگه بازی داره، حریفش گرمالی اسمش دی گرمالی، حالا نمیدونم دقیقاً کیه. اس د 7 اینجا بهتره، اس د 7 بهتره چون اسب E4 بعداً میتونه برداشته بشه، اس د 7 بهتره، میتونیم در آینده E5 هم بازی کنیم. همین بازی شده، بریم اس د 7 رو ببینیم. حالا دیگه اون بازی اسب E4 رو نمیبینیم دیگه، اون بازی رو ول میکنیم، شاخه اصلی رو میبینیم که خیلی طولانی نشه. بررسی‌ها رو توی سایت لیچس براتون میذارم، میتونید بیاید اینجا خودتون کل بررسی ها رو داشته باشین. پس با یه لایک حمایت کنین، این بررسی ها رو کامل میتونید داشته باشین. اینجا 3-3 بازی شده توی بازی، حالا بعدم بهتون میگم بازی کیه، و سیاه حرکت F6 رو بازی کرده که حرکت بدی هستش، یه اشتباه تاکتیکی که خیلی سخته. F6 رو بازی کرده با ایده E5، ولی لزومی به این کارا نبود. حرکت درست اینجا همون خود E5 زد، میزنیم از 3-5 هم وزیر رو میذاریم D6، هیچ ترسی هم نداریم. H5 بازی میکنیم، میزنیم وزیر هم میره F6. تهش به این وضعیت میرسه سیاه بهتره، چون بعدا میتونه رخشن بذاره B8، فیل سیاه روش از فیل سفید روی سفید بهتره. این ته بررسی هایی که من انجام دادم، ولی خب بازی ببینید مثلا یه اشتباه تاکتیکی جالب بازی شده. F6 خب ظاهرا اتفاقی نمیفته، سفید فیل G4 بازی کرده، بازی رو باخته در نهایت. سیاه زده E5، بازی هم قشنگ باخته. بریم یه لحظه ببینیم فیل G4 یه اتفاق قشنگی افتاده. E5 وزیر اومده کیش، اینجا سیاه وزیر رو گذاشته C7، رخ C1، F5، خط فیل گاهن که F6 بازی میشه مهره ها رو عقب میرونیم یا میخوایم E5 بازی کنیم، بعدن با F5 خط فیل رو باز میکنیم. پس این رو یادمون باشه، سیاه چند حرکت قبل F6 رو بازی کرد که E5 بازی کنه، ولی بعدش که E5 رو بازی کرد، الان که به هدفش رسید F5 رو بازی میکنه، جلو فیل رو دوباره باز میکنه. زده F4 فیل D6، اینجا C4 کرده که بخواد از این خط استفاده کنه. سیاه اسب گذاشته F8، گفته بای بای، وزیرت پرید، وزیر رو گرفته، وزیر هیچ جایی نداره بره. خیلی دام گرفتار شدن وزیر خیلی داریم توی این بررسی، پس حواسمون باشه. پس دیدیم یه بازی قشنگ دیگر رو، ولی سفید میتونست G4 رو بازی کنه. G4 چه، سیاه مجبور فیلش برگرده E6،
خیلی مهمه. ایچار این که اسب اینجوریم، ایچار بره اف 3 میدیم، پس فیل که برگشت ای6، حالا باز اوکیه داریم فیل F5 میایم، چه مشکلی داره؟ فیل A6 سفید اجباراً تفاوت میگیرن. این تم رو یادتون باشه، این الگو رو یادتون باشه، اجباراً تفاوت میگیره. پس دیدین اینم از این یه دام خفن، پس اینم از مقابله با این شاخه، از شاخه قله رو هم با هم دیگه دیدیم. بعد فیلی 2-3-5 قله رو هم با هم دیگه دیدیم. حالا یه اسبی 5 هم یه نگاه ریزی داشته باشیم. باز از 3-6 باز اگه قله بره همون میشه، من تبدیل میشه به همون فیلم، میاد F5 میشه همون شاخه‌ای که قبلا بررسی کردیم. دیگه لازم نیست این رو بررسی کنم. اگه 3-5 رو بزنه، حالا اگه توی بازی قبلی دیدیم 3-6 رو زد بعد اسب گذاشت A4، ولی حالا اگه 3-5 رو بزنه وزیر A5 بازی میکنیم، میشینیم به پیاده 3-5، استر 3-6 رو میزنیم. اینجا دیگه استر D5 وجود نداره چون میزنیم و سوار از دست میده، سوار E5 رو از دست میده. اگر استر D5 بزنه در مقایسه با بازی خود من، اتفاقی که میفته مثلا استر E5 است، فیل در E5 رو خواهد D8، دیگه وزیر E4 وجود نداره، فیلم تو F5 و فیلش رو میگیرم. پس اینجا یه سیاه یه تمپ کامل جلو. پس بعد وزیر A5 چی بازی شده؟ استر C6 به در C6 فیل E5. اینا بررسی های خودمه، فکر نمی کنم بازی شده باشه. بله بررسی خودمه. با اسب میایم، این اسب فیل E5 حریف مزاحمه. همیشه وقتی این چیزا پیش اومد یه اسب E8 بازی کنین که این فیل رو از بین ببریم. چرا با اسب میزنیم؟ که اسب E6 داشته باشیم جلوی وزیر D4ش. مثلا وزیر D2 وزیر در C5 سیاه کاملا اوکی، پیاده های مرکزی بیشتری داره، ستون B رو داره. مختصر سیاه، یه بازی هم بازی شده، مساوی شده. حالا نمیخوام دیگه این رو خیلی بررسی کنم. پس اینم از این. پس الان کلن ما دیگه تونستیم لاین فیل ایدو رو کامل با هم دیگه پوشش بدیم. لاین فیل ایدو رو من الان تونستم کلن پوشش بدم. پس این از فیل ایدو. پس الان دیگه میدونم. ولی خب اگه بخوام خیلی خوب این شاخه رو بررسی کنم، باید اسب B5 رو هم بلد باشم، چون اسب B5 در سطح استادی بیشتر این بازی میشه. حالا شاید این حریف منم خبر نداشت، همونطور که میبینید آرونیان واشی لاگراف، آرونیان نپو، آرونیان گریشوک، گریشوک آرونیان رو هم برده، این بازی رو میزنم اضافه میکنم، نمیدونستم این بازی هستش. پس دیتابیس، یعنی مرجع بازی های چیزم، بانک اطلاعاتی لیچس هم خیلی خوبه. من این بازی گریشوک رو ندیده بودم، چون من عاشق گریشوک هم، گفتم یه بازیکن انتخاب کنید برای خودتون چند تا بازی، اینا اکثرا توی مسابقات چیزم بازی شده. خب بریم ببینیم من چی بررسی کردم. اسب B5 نشسته به پیاده، باید اسب A6 بازی کنیم، این که تکلیفش مشخصه. حالا سفید 3 تا حرکت داره توی این وضعیت، 3 تا حرکت داره، من باید 3 تاش رو ببینم. یکی این که H3 بازی میکنن خیلیا، فکر کنم شاخ اصلی H3 است اگر اشتباه نکنم، بله شاخ اصلی H3 است که فیل رو نجات بده از دست اسب. بریم مثلا ببینیم اگر فیل ایدو بازی بشه چی میشه. فیل ایدو اسب H5، میریم برای فیلش. خیلی ها این رو بازی نکردن. یه بازی داریم مارتیروسیان از ارمنستان، جفری یانگ از آمریکا، دو تا بازیکن فوق‌العاده این بازی رو مقابل همدیگه بازی کردن. سفید دو تا شاخه داره، یا فیلو میذاره E5 یا G5. اگه بذاره E5 یه F6 بازی میکنیم، همین بازی که میگم اینه، مارتیروسیان و جفری یانگ سیا، 3-6 اسبو برو عقب، همیشه دیگه بعدش 3-6 بازی میکنیم، این اسبو میفرستیم عقب و بعدش همیشه تصمیم داریم که اسبو برگردیم. حالا چرا زده تو جی اس؟ چون میخواد بعدن اسبو بذاره 3-7 و E5 بازی کنیم. ببین چقدر قشنگ بازی کرده سیاه تو این بازی. وزیر E7 برتری خیلی خوب سیاه، همین حرکت ها اجبار نیست. مثلا اینجا فیل E6 بازی کرده، انجین میگه F5. یاد گرفتیم که وقتی F6 E5 بازی کردیم، یه F6 F5 هم تنگش بیان که بهتر بشه. F5 برتری سیاهه، همینطور که میبینیم من زدم. بازی ادامه پیدا کرده دیگه، نمیخوام این بازی، ببینید چقدر قشنگ شده. بازم سیاه برتری داره، ولی خب بازی رو نبرده دیگه. حالا لازم نیست، من این بازی توی بازم چیز بازی شده، توی پرو چمپیونز لیگ بازی شده، حالا نمیدونم چمپیونز لیگ چیه، اینا رو نمیدونم چیه دیگه، چه مسابقه ای بوده، بازی سریع بوده. پس اینم خوب نیست برای سفید فیلشو بذاری E5. سیاه کاملا برتری خوبی میگیره. فیل G5 چیه؟ یه H6، یه F6 بازی میکنیم، فیلو برمیداری، یه G5 بازی میکنیم. سفید 3 تا حرکت داره، باید 3 تا رو بررسی کنیم. یکی فیل G3، یکی از D2، یکی از C3 که بازی نشده ولی انجین پیشنهاد میده. خیلی حرکت قشنگی از C3. اول ببینیم، چون اگه اینو بزنم میبازم، از سر 4 فیلم اصلا هیچ جایی نمیتونه بره. اوف چی هست این؟ پس نمیتونم بزنم. باید چیکار کنم؟ هیچی، نمیزنم. چیه؟ یه E5 بازی میکنم، میگم بعدن میخوام بزنمت. خب فیل که میره جسه، حالا با 3-6 شبیه همون ساختارهای اصلی میشه. اگرم بخواد E5 رو بزنه،
اینجا فکر کنم میتونم H4 رو بزنم با اسب زد. اوف، جریان چیه؟ الان این به ذهنم رسید که مشکل این چیه، چون اگه J5 رو بزنم که اینو میزنه، درسته؟ باید H4 رو بزنم. بله، کامپیوتر میگه H4 رو بزن، استر H4، F3E5. درسته این دوتا زیر ضربه، ولی آها، وزیر در H4 دارم، اوکی. وزیر در D5 هم بزن، اوکی. ولی خب درست حد زدم حد اول، چون دیگه نمیخوام وقت ویدیو خیلی گرفته بشه، خیلی هم گرفته شده تا الان. پس E5 از سه رو E5 بازی میکنیم، کاریش نداریم. خلاصه حالا یه فیل جسه وجود داره، یه استدو. اگر استدو بازی کرد اینو میزنیم، بازی شده اینا فیل در H5 E5 سیاه بازم میاد. درسته پیاداش خراب شدن، ولی یه فیل خیلی قدرتمند داره، مرکز رو کنترل کرده. 3-3-3-6 صاف هم بشینیم که کمر و پشتمون، گردن و همه چیمون به مشکل بر نخوره. سیاه کاملا اوضاعش اوکیه. ببینید چقدر قشنگ بازی کرده، پیاده هم داده گفته نوش جونت، من فقط ببینیم فیلم چی میشه. همیشه دیدیم که F6 رو با F5 ادامه میدیم و حمله به جناح وزیر. جسه یه بازی خیلی قشنگ رو سیاه برده توی این بازی. B4 رفته کلن، ببینید چی کار کرده. اصلا نمیخوام تفسیر کنم بازی رو، شطرنج خودش گویای همه چیزه. ببین خونهای سیاه رنگ رو اصلا نذاشته رخ در G7 بزنه. اینجا خونهای سیاه رنگ رو ببینید چه جوری گرفته از این بنده خدا. الان میخوای چی کار کنی؟ یعنی قشنگ تموم کرده کارشو. چقدر بازی قشنگی بود. این در کاتالونیا چمپیونشیپ بازی شده، تیم چمپیونشیپ. یه استاد بزرگ با 2445 این رو بازی کرده. پس دیدیم که اگر این شاخه هم اینا رو میبینیم، قرار نیست حتما اینا توی بازیمون اتفاق بیفته. نه، اینا شاید اتفاق بیفته شاید نه، ولی الگوهای نمونهی توی این شاخه، توی جاهای دیگه شطرنج به دردمون میخوره این تمرینهایی که الان داریم انجام میدیم. شما هم سعی کنین روی صفحه بچینین. من اینا روی صفحه هم باید بچینم، توی ذهن خودم هم مرور میکنم، بعدا این رو بهتون میگم که چجوری توی ذهنم مرور میکنم. خب این از اسب D2. اگه فیل G3 بازی کنه چی؟ C6 E5 D در E5 است در G3. اینم یه بازی قشنگ دیگه. فیل در A6 زده، گفته خب آقا من اینا رو به هم میریزم، ولی سیاه ببینید چیکار کرده. رخ B8 D4 وزیر A5 کیش، وزیر B5 کاملا وضعش بهتره سیاه. این بررسی خودمه، بازی نیستش، دوتا فیل فوق‌العاده داره. پس اینم از این شاخه. پس اگر بذاره اسب H5 رو بازی کنیم، فیلی دو اسب رو دیگه میذاریم H5. پس باید مواظب باشه. یه 3-4 هم با هم دیگه ببینیم، چون بازی شده میگم. مثلا ماکسیم ماتلاکوف بازی کرده این رو که بازیکن خوبیه. 3-4 رو فقط این رو بدونید که باید بزنید مرکز رو. 3-5 هیچ تقریبا لندن بازی 3-4 بازی نمیکنه اینجا، چون میدونه مرکزش زیر فشار قرار خواهد گرفت. فیلی دو د در 3 3 در D4 زده توی مرکز، مرکز رو ویران کرده. اینجا از D5 بازی کرده که الان خط فیلش هم ببینید باز شده. اسب E4 قوی تر بود با تهدید E5 فوق العاده قویه. نمیدونم سفید اصلا چجوری باید جلوش رو بگیره. مثلا فیل جی اس هم میزنیم خیلی اوضاع بد میشه، بعد E5 میکنیم، بعد فیلو میذاریم E6 یه پیاده هم جلویم. مثلا وزیر C2 هم از C5 میکنیم، فیل F3 هم A6. اینا بررسی خودمه. بازم سیاه به یه آخر بازی فوق العاده میرسه، فوق العاده یه برتری خیلی خوبی رو میگیره. ولی خب بازی هم جالب شده. یه لحظه از C5 بازی کرده، سفید بد بازی کرده، از B6ش خوب نبوده. اینجا سفید یه تاکتیک ساده رو ندیده. این فکر کنم دیگه توی تایتل تیوزدی بازی شده. E5 رو ندیده سفید که فیل در B5 سوار از دست میده و سوار رو گرفته. سیاه بازی رو اینجوری برده، وزیر رو هم عوض کرده، بازی رو برده. پس اینم از این بازی. دیدیم که 3-4 هم با 3-5 جواب میدیم، اوکی، با 3-5 میزنیم مرکز رو. حالا پس H3 شاخه اصلی H3 است، بزرگان H3 بازی میکنن. آرونیانی که مجدیدن این شاخه رو ببینید چقدر بازی کرده، آنیشگیری، یان کریستوف، دودا، این بازی اصلی ماست، نپا دوبوف، همه اینها بازی کردن. ولی خب بریم ببینیم بازی یان کریستوف دودا و آنیشگیری چه شکل بوده. دیگه آنیشگیری وقتی یه شروع بازی رو بازی میکنه، یعنی تهش همینه. اسب E4 میخوایم، اسب رو وارد خونه E4 میکنیم و جای خوبی رو میگیره. بعدن شاید بخوایم 3-5 بازی کنیم، از برگشت اسب حریف به اینجا جلوگیری میکنیم. فیلیدو حالا 3-6، حالا اسب تو بردار. سفید ترجیحاً معمولا اسب رو نمیره 3-3. اگه بخواد بذاره 3-3 میتونیم وزیر رو بذاریم A5 و سفید وضعش بدتره، باید قلعه بره پیاده رو بده که وضعش بده. توی یه بازی شایف یک بازی کرده و اینجوری باید وزیرها رو عوض میکرد، ولی خب وزیرها رو هم عوض میکرد بازی رو میباخت. سیاه
بسیار ساده این بازی رو در ادامه بازی برده و البته بسیار هم ساده نیست، ولی همیشه این F6-F5 رو میبینیم. حالا لازم نیست دیگه این بازی رو تا آخرش بچینیم. از سه خوب نیست، اسب آسه همه این رو بازی کردن، گوکش، لوکا مورونی هم بازی کرده، این استاد بزرگ ایتالیایی همین جایی که من هستم، جوانا راپورت، این چه نسبتی با ریچارد راپورت داره، با مونیکا سوکو بازی کرده خانومه، حالا خونوادگی این سیستم فکر کنم. وزیر بشیش از آنیشگیری بهترین لاین اینه، خیلی ها وزیر آ5 کیش بازی کردن ولی وزیر بشیش بهترین لاینه. نکته چیه؟ نکته اینه که اینجا سفید 3-3 وزیر 3-2 بازی نکرده که بیاد از جناح وزیرش به خوبی حمایت کنه، پس باید با وزیر 3-1. ببینید اگر رخ به 1 هم خوب نیستش تو این شاخه، باید وزیر 3-1 رو بازی کنه که یه گوشه چشمی هم به اسبش داشته باشه در بعضی شاخه ها. حالا 3-5 از سمت آنیشگیری، پس 3-5 دوباره بازی میشه، میره به این مرکز حمله میزنه، حمله میکنه، 3-3 فیلف 5 فیلش رو بیرون میاره، قله رخ 3-8. بازم توی این بازی میبینیم که سیاه کاملا اوکی، یعنی من تا اینجا هم کافیه برام برای بررسی شروع بازی، ولی بریم بازی رو ببینیم، بازی قشنگی شده. از B8 رو بازی کرده، من اینجا بررسی دیگه ای داشتم، آره H5 بهترین حرکته، این چیزیه که خودم اضافه کردم با کمک انجین. یه طرحهای جالبی داره، بعضی جاها اصلا سیاه میخواد G5 بازی کنه، وزیرش رو بکشه G6، چیز جالبی میشه. حالا دیگه خیلی نریم تو بحرش، همین بازی که خودش هم بازی کرده جالب بوده، برتری خوبی رو گرفته آنیشگیری، همه اینا اوکیه، یعنی یه بازی خیلی قشنگ رو بازی کرده به نظر من. اینجا مثلا A4 بازی میکرد بهتر بود، ولی خیلی خوب بازی کرده، یعنی توی این بازی سیاه همیشه بهتر بوده، دست بالاتر رو داشته. اینجا هم شاید مثلا کامپیوتر میگه H6 فعلا مرکز رو نمیزد، بعدا میتونست A4 A3 اینا بازی کنه بهتر بود، ولی زده اسب F8 بازی رو. اینجا دودا تونسته با تکنیک خودش به تساوی برسونه، آنیشگیری هم که میدونید با مساوی مشکلی نداره و بازی در نهایت با یه مساوی هیجان نینگیز تساوی خاتمه یافته و اینجا میبینیم که بازی مساوی شده. پس تا آخر این بازی رو هم با هم دیگه دیدیم. پس چقدر عجیب و غریب ها، چقدر عجیب ها، چقدر زیاده بررسی شطرنج. من نمیدونم چیزی رو از قلم انداخته باشم، حالا مونده یه چیزایی رو بررسی کنیم. بریم سری اسب F3، D5، فیل F4، فیل G7، اینجا موند وزیر D2، ولی بخوام بدونم اینجا اسب B5، فیلی 2، اسب B5 وجود داره، اسب B5، اسب A6، همه رو گفتم دیگه، H3 گفتم که اسب B4 بازی میکنیم. اینجا ها حرکت های دیگه هم وجود داره، چرا؟ اینجا وجود داره حرکات دیگه غیر از فیلی 2 وجود داره، فیلی 2 شاخ اصلیه، فیل D3 خوب نیست، فیل D3 خوب نیست، C6 بازی میکنیم، اسب رفت A3، وزیر A5 کیش و مشکل داره سفید، چون بعد از S2 S5 حرکت فوق‌العاده است، S5 این خیلی خوشم اومد ازش، خواستم بهتون نمایش بدم که اگه بزنه فیل در B2 کار تمومه، اگرم نزنه خب مرکز رو گرفتیم. خیلی زیاده بررسی ها نمیرسم همش رو بگم، ولی فیل D3 خوب نیست کلن. حالا وزیر A5 کیش S2 چیز دیگه ای هم لازم نیست بررسی کنیم، نه غیر از این، حالا بازم هست ولی من بررسی میکنم. C3 اگه C3 بازی کنه چی؟ C6 اسب آسه، اینم یکی از شاخهای مهمه که آرونیان نپو دوبوف همینا بازی کردن. سفیدم خیلی برد داره، اگر دقت کنید خیلی برد داره، به خصوص وقتی از 3-7 بازی شده 83% سفید برده، ولی حرکت درست F6ه. من با بررسی ها فهمیدم F6ه، کسی چیزی که خیلی ها بازی نکردن و همه اونایی که بازی کردن از 3-7 بازی، F6 خیلی نکته عجیب و غریب و پیچیده ای داره. اینکه سفید توی این حرکت، ببینید باید مفهومی درک کنیم که چرا اینجا F6، که یادمون بمونه اینجا وقتی سفید فیلی دو بازی میکنه ما میریم و بعد از پاسه وزیر رو میذاریم به شیش، کاری که انیشگیری کرد، و اینجا گفتم دیگه وزیر 3-2 نداره، باید وزیر 3-1 بازی کنه، ولی حالا که 3-3 بازی کرده اگه بخوایم همین کار رو بکنیم دیگه وزیر رو میذاره 3-2 و وزیرش جای خوبیه، فیل F5 هم بذاری فیل رو میذاره D3 به نفع سفید این وضعیت، پس اینجوری نمیشه. حالا هر چیزی یه مشکلی داره، وقتی 3-3 بازی میکنی یه حرکت توی گسترش عقب میافتی، یه 3-6 اسب گرف عقب، حالا F6، حالا از عدم گسترش سفید ببینید چه استفاده میشه. دو تا بازی شده، البته اینجا میزنن 3 تا، یه فیلی 2، یه فیل در A6، یه فیلی 2 و یه فیل در A6 فکر کنم بازی شده. ببینید فیلی 2 چی شده، سیاه همینجا بازی رو میبرد E5، واو بازی تمومه همینجا برای سیاه. چرا؟ اگه بزنه میتونیم بزنیم فیلو که نمیتونه اینو بزنه، چون میزنیم از طرف دو. نکته این بود،
نکته این بود اگه 3-3 بازی نشده بود الان سفید قله رفته بود و از میزد افتر و الان سیاه برد با این چند گل. پس چقدر چیز عجیب غریبیه. پس نمیتونه. حالا اگه فیلشو برداره چی؟ بازم میزنیم، بازم ای چهار فوق العاده سیاه میبرد این بازی رو. ببینید چی اصلا همه چیز زیر ضرب فیل رو نگاه کنید، رخ رو نگاه کنید، شاه سفید رو نگاه کنید، کار تمومه. پس نمیشه. ببینید چی پیدا کردم براتون. عالیه، عالی نسبی چهار اصلا یه چیز قشنگی بود. سفید در خطره. حالا میگم بعضیا فیل در آشیش زدن. فیلشتو حرکت کامپیوتره، کامپیوتر فیلشتو رو پیدا میکنه، میگه جلوی ای5 رو بگیر. ولی خب فیل در آشیش چیه؟ بازی شده به در آشیش قله آ5. الان مشکل اینه که سفید دو فیل رو از دست میده. درسته جلوی ای5 رو گرفت ولی دو فیل رو از دست میده و سیاه همیشه بهتره. یه 3-5 هم میاره، دو فیل که داره بازی رو بازی میکنه، بازی رو باز میکنه و کارش درسته دیگه. سیاه از اینجا به بعد همه چی اوکیه. پس این رو یادمون باشه که اگه فیل در آشیش زد میزنیم آ5، وزیر b6، 3-5 اینا میایم بازی میکنیم. فیلشتو هم جالبه که کامپیوتر میگه مقابل فیلشتو دیگه میتونیم بازم ای5 رو بازی کنیم و نکته اینه که اینجا بازم اینم بازی شده، فیل در آشیش بازی شده. اینا چرا توی چس؟ شاید اون دیتابیسی که من توی چس فیس دارم قدیمی تره، خیلی وقت آپدیتش نکردم. آره همینه، بازی 22 رو نداره، شاید بعضیاشو نداره. فیل دسر و فیل 5 یک بازی البته اینجا هم یه سری بازی ها رو نداره. اینجا مثلا یه بازی که بازی شده سادهوانی و گوپتا دو تا بازیکن هندی که بازی کردن، فیل 5 بازی شده که بهترین حرکت نیست. وزیری 7 قوی تره، خیلی حرکت قشنگی، روی اسب آسه میره. داریم از تر 3-3 میزنیم، بعضی وقتا اصلا داریم از تر افتو ای4 میزنیم و بعد قله مثلا از تر 3-3 سیاه بهتره. اینم از این. پس فیل چطور رو میتونیم ای5 بازی کنیم. حریف چیکار میکنه؟ فیل دسر رو فقط بررسی کردم. اگرم فیل در آشیش زد که میزنیم قله هم رفت، میشه همون رخ b8 از t2. انجین رو یه لحظه روشن کنم. میگه از c5 هم، از c5ی که خودش بازی کرده خوبه، عالیه. همین بازی رو هم اینسرت کنیم، چرا که نه. b4 a5 از c2 فیل a6 رخ e1 از b4 دو بازیکن به تساوی رضایت دادن، بازی هم کاملا مساویه. اینجوری میگه از d4 وزیر c1 وزیر d5. حالا دیگه چون من بررسی خودم شروع بازی ندارم، رخ f8 بازی خیلی پیچیده یه، ولی خب این دو بازیکن به تساوی رضایت دادن در این وضعیت. خب اینم از این. جفتشون بلد بودن همه چیز رو. فیلچتو رو چجوری یاد داشته یارو نمیدونم واقعا. ببینید چرا بررسی و شطرنج زیاده. بریم یه دونه وزیر d2 هم که قولشو داده بودم براتون بچینیم، چون وزیر d2، خب وزیر d2 هم داستان داره. حالا سفید شاید بخواد قله بزرگ بره، شاید کله خراب باشه بخواد قله بزرگ بره ماتمون کنه. سپه ما از اون کله خرابتر، ما از اون بدتر، میریم میزنیم همه چیزو، مرکز رو ویران میکنیم. خب سفید چیکار باید بکنه؟ ببینید اگه سفید قرار ای3 بازی کنه که این دیگه شطرنج نیست، کارش تمام، یا قله میریم عالیه وضعمون دیگه. این وزیر دو ای3 دیگه ضربه خودمون به مرکز زدیم. اگه مثلا فیلی دو بازی کنه میتونیم هر جوری بخوایم بازی کنیم. یه فیل فن وجود داره، یه فیل g4 وجود داره. مثلا فیل g4 یه لحظه با هم دیگه ببینیم. این بازی شده، مثلا بازی کاملا متعادله و سیاه میتونه بازی رو، این بررسی خودم، بازی نشده، جورای دیگه هم میشه بازی کرد. یعنی حالا غیر از این شاید فیل 5 بهتر باشه. حالا خودتون میایین بررسی ها رو میبینید توی لیچس، توی توضیحات ویدیو و کامنت ها میذارم براتون. لینک استادی رو خیلی هم عالی که تا اینجا رو اومدین نشون میده میتونید بازیکن حرفه‌ای هم بشید. خب فیل h6 ببین من چی کشیدم. اگه بخواد قله بزرگم بره توی این وضعیت، قله بزرگی که بررسی نکردم، ولی قله بزرگ بخواد بره ما هم قله کوچیک میریم، همون تبدیل میشه، تبدیل میشه به همونی که بعدن خواهیم دید. خب اگه فیل h6 بازی کنه یه دونه میزنیم توی h6، این بازی نشده ولی درستش اینه، میزنیم توی ایشون، یه e5 میذاریم بازی میکنیم، اسبشو رفت کنار، اینم بازی میکنیم، قله رفت، یه وزیر رو میذاریم این هفت، میگیم بای بای، برو پی کار خودت، سیاه عالیه مرکز رو داره دیگه. چی شروع بازی سیاه اینجوری مرکز رو میگیره؟ چی میخواین دیگه از من؟ پس این نمیشه. حالا پس فیل چیش هم خوب نیست، باید 3-5 رو بزنه، باید دیگه کسی میاد تو اینا بازی میکنه، باید جلو جرأت این رو هم داشته باشه. ده در 3-5 قله برای خودت، نوش جونه تو، کله خرابی من از تو خرابتر. اینجا بازم لاین داریم، فیل چیش بازی کنه چیه داستان؟ فیل درش یادم، آها فیل در 6 میذاریم d4، اینم قشنگه، این خیلی قشنگه. این لاین رو بذار لاین اصلی اینجا قله است، به جای فیل 6 قله دیگه، خیلی زیاده همین رو بخوام یادم بمونه بعد
تصویرسازی هم نکردم که ویدیو به دست شما برسه، بعدا تصویرسازی میکنم برای خودم تو ذهنم که بهتر یادم بمونه. ولی بعد درس 5 ما که قله رفتیم فیل 6 هم وجود داره، میزنیم زد 4 رو اسبیم، باید قله بره، قله که رفت اسبو میکاریم G4. سفید دوتا حرکت داره، وزیر اینجا وزیر اینجا، وزیر G5، بعد E5 بازی میکنیم، برتری خیلی زیادی داریم، زد میزنیم F2 غیر قابل دفاع، سیاه بهتره، ادامه داره ولی خب دیگه ادامهشو نمیشنم. وزیر F4، خب حالا چی؟ حالا سیاه میخواد چیکار کنه؟ یه بازی بوده که سیاه E5 بازی کرده، اشتباه کرده، دو حرکت درست این نیستش عزیزان، حرکت درست وزیر A5، این چیزیه که من میگم، وزیر A5 میخوام اسبتو بزنم، پس باید D4 رو بزنی، با اسب بزنی E5 باختی، پس نمیتونی، پس باید با رخ بزنی. E5 میزنی، میزنم از C6 تفاوتو بده من، رخ D8 فیل F5، بازی قشنگی میشه، سیاه بهتره. حالا میتونین فیل F5 هم بازی نکنین، یه ذر فیلو بزنین، این از این. باور کنین کلاس خصوصی هم بگی اینجوری براتون شروع بازی رو تحلیل نمی کنن. خب وزیر A5، پس این از این دیگه، هیچ لازم نداره این رو بررسی کنیم. پس اگه فیل 6 بازی کرد میزنیم D4، یادمون باشه که اگه از G4 داریم یا وزیر A5، پس فیل 6 خوب نیست. اگه E3 بازی کنه، E3 چی هست؟ چرا اینو بررسی کردی شما؟ قله از در 3-5 سیو عالیه دیگه، این که به چه دردی میخوره، این که توی شاخهای بعدی ببینید سیاه اینجا ویران میکنه سفید رو، پس قله. این بازی شده، حتی فکر میکنم استاد بزرگ امیررضا پور رمضان علی اینو با سفید بازی کرده، حالا اینجا وجود نداره بازیش، توی اینجا وجود نداره، توی چس اسپیس یه سری بازی ها از اینجا نیست، توی لیچس یه سری بازی ها از اونجا نیست، خلاصه حالا، ولی اساتید زیاد این رو بازی کردن. حریف استاد وزیر A5 بازی کرده و استاد پور رمضان علی اون بازی رو برده، ولی حرکت درست از D7 اینجا اصلا نیست توی سایت، ببینید این برای این سایت نوولتیه، ولی تو اونجا بازی شده. خب از D7 میخوام C5 رو بگیرم، باید اینو بزنی، نزدی کار تمومه، میزنی، میزنم، میزنی وزیر، میرم A5. از الان ببینید چی وجود داره توی صفحه، سفید باید با تک حرکات بازی رو مساوی کنه. اینجا سفید اگر اشتباه کنه بهترین حرکتش فیل ایس است، خیلی سخته اینجا فیل ایس بازی کنیم، مثلا فیل D2 وزیر C7، شاید بازی کنه خب بگه وزیر رو از اینجا دور کردم، ولی ببینید چی میشه، اسب میاد F6 دوباره برمیگردم، حالا وزیر جای بدی، حالا بگیر فیل F5 دارم میام، اسب E4 دارم میام، اوضاع سفید خیلی خیته، مثلا وزیر رو بذاره C3 بخواد تعویض کنه، با یه رخ A8 دو تا پیاده عقبم، درست میگم 6 تا دارم، شمارشمونه، آره اون 8 تا داره، ولی این 8 تا کجا و این 6 تا کجا؟ بیاین ببینید چی میشه توی این بازی در ادامه، این پیاده ها رو کی میخواد جبران کنه؟ سیاه برتری خیلی خوبی رو داره، بهترین حرکتش فیل D4 وزیر A4 میشینیم به این جفت، رخ D2 رخ D8 اصلا یه چیزیه، رخ D5 وزیرش داره گیر میفته توی صفحه. ببینید وزیر چند تا خونه داره، اگه بره G3 SP4 رفت، وزیر پرید، وزیر داره میپره، E5 داره میاد، رخیم مثلا مات داره میشه، داریم از در D2 میذاریم، پس نمیتونه. وزیر اگه بره توی F4 اسب H5، وزیرش که رفت اونجا، حالا ببینید این ضربه رو، رخ در D4 فوق العاده، با ایشون بزنی فیل F6 وزیرت کجا میره؟ یه قشنگ نگاه کن، هیچ جا نداره، چی دیدم؟ البته اینا رو انجیل میگه، از درده چار فیل F6 بازم وزیر جا نداره، ولی حرکت زیبا داره، قربانی وزیر زدن توی این، ببینید اینم حتی ادامه دادن دیگه، یه کسی که دیوانه باشه اینجوریه دیگه، هم اینا رو بررسی میکنه، نیاز به یه روانشناس خوب دارم، با وجود اینکه خودم روانشناس، خیلی هم میپرسن چی میخوین، روانشناسی علوم اعصاب میخونم، ولی نیاز به یه روانشناس خوب دارم که چرا اینا رو بده، آخه واقعا چرا؟ دو تا حرکت دیگه وجود داره، وزیر 3 وزیر دریه، وزیر 3-7 اگه بازی بشه رخ برمیگردیم، وزیر برگشت ما دیگه بر نمیگردیم، اسپش من بده من، سیاه کاملا بهتره توی این وضعیت. اصلا کجا میره وزیر؟ کاملا بهتر چیه؟ وزیر گرفت، اوف، پس نمیتونه برگرده اونجا، باید برگرده F4، برگشت که F4 بازم میریم، بازم میزنیم همون داستان و همون آش و همون کاسه و همون جریانات، اینجوری هم میتونید بازی کنید، پس در نظر داشته باشید این گرفتن وزیر خیلی تم جالبیه. حالا این شاید اصلا توی این شروع بازی براتون پیش نیومد، ولی اینا باعث میشه شطرنجتون قوی تر بشه، مغزتون تیزتر بشه، خیلی ایده های جالبی رو میبینید، اینا خودش سودمنده. خب وزیر در E7 رخ D7 اینجا سفید باید بلد باشه فیل در F6 رو بزنه، یعنی بفهمه که وزیر E5 وزیرش پریده، پریده، پر 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 پر، ببین چند تا لاین وزیر گرفتن بهتون نشون دادم،
و اینجا نباید وزیر رو بره ایپن، باید فیلدر اف 6 بزنه، بازی میتونه اینجوری ادامه پیدا کنه. سیاه مختصر بهتر، بازی بزن بزنی میشه قشنگ دیگه، اونجاش هم بخوایم بررسی کنیم دیگه شطرنج نیست. خب پس این مثلا از اینکه چرا فیلد دو غلطه. خب چه انتخاب دیگه ای داره؟ مثلا ایسه هم بازی کنه یا از در سپن میزنیم بازی تموم میشه، فیلی 6 داره میاد کار تمومه. پس باید چیکار کنه؟ باید فیلو بذاره ایسه، همونطور که گفتم. سیاه اسبو میکاره اف 6. خب خیلی از بازیکنان اینجا شاید وزیری 5 بازی کنن، ولی غلطه. بهترین حرکت اینجا فیلد 2 که باید بدون این رو هپتونه پیداش کنه. وزیر 3 4 و وزیر ای 5 میبازن بازی رو. فرض کنید وزیر رو بذاری ای 5. وزیر در آتو. این که ساده است. وزیر 3 4. حالا چی؟ به 5 میزنه. فیلی 6. کار تمومه، رخ داره میاد. اتوبان جناح وزیر رو نگاه کنید، اتوبان جناح وزیر فوق‌العاده است. پس نمیشه، باید اسب اف 6 فیلد 2 حالا بازی کنه. سیاه چند تا حرکت داره؟ دوتا، یه وزیر به 5 یه وزیر آ 6، جفتش قابل بازیه. وزیر به 5 اگه بازی کنیم بازم نمیتونه وزیرش رو تکون بده، اسب یه برخاست میده تو به 2 مات میکنه. یعنی این رو در نظر داشته باشین. ای 4 میشینه به وزیر ما چی کار میکنیم؟ ما میزنیم تو بیدو، میگیم کیش، میزنیم تو ده پنج، اینو برمیگردیم. ته این چیزایی که من بررسی کردم متعادله، یعنی ادامه داره اینا ولی متعادله. سفید بهترین حرکتش البته اینجا ای پنج، اینجوری میشه تهش یه همچین شاخه یه دو سوار به رخ میشه و اینجا بهترین لاین سفید اینه که مساوی کنه. اگه بخواد فیل 3 3 اینا بازی کنه رخو میریم ده پنج، میریم اچ پنج، شاید بازی رو بردیم. مثلا تعداد پیاده زیادی رو داریم اینجا با سیاه و بازی مساویه. همه اینها رو اطمینان کنید، با عمق بالای انجین بررسی شده و توی عمق 50-60، پس مطمئن باشی این مساویه. حالا اگه کسی بخواد برای برد البته اونجا هم میشه برای برد بازی کرد، نگین که نمیشه. ای 4 به 5 اصلا ببینید لاینا رو، میگم دیوونه خونه است این شاخه. بزنه تو آهش، فیل به 7 وزیرش رو میگیریم. پس باید یه کار دیگه بکنه. باید چیکار کنه؟ باید یا وزیر به 3 هم بازی کنه، باخته از دری 4 فیلیس رخ به 8. نه باخت نیست، مبهمه، این یعنی علامت مبهم، یعنی 3-0 میزنه کامپیوتر ولی بازی ادامه داره. یه 3 در به 6 هم داره آمپاسان، وزیر در به 6، وزیر به 3 از دری 4 بزنی میزنم، F2 تم زیر ضربه، A2 تم زیر ضربه. پس باید فیلیسه بازی کنی، تعویض وزیر نمی کنم. حالا سفید باید در به در به دنبال تعویض وزیر باشه و تهش با این رقص وزیرها این بازی مساوی میشه اگه سفید خوب بلد باشه. دیدین که سیستم چقدر پیچیده بود؟ حدود 40-50 دقیقه من فقط این رو بررسی کردم، تقریبا 30-40 درصد شاخه ها رو هم نرسیدم بچینم، بازی ها رو بعضی هاشو نچیدم براتون چون که خیلی دیگه طولانی میشد. خود پروسه این بررسی، روند این بررسی 3 ساعت طول کشید حداقل فکر میکنم. و حالا بررسی اینم که یه جور برای من یه یادآوری بود. شما باید اگه میخواین مقابل این سیستم با سفید سیاه میخواین این سیستم رو اگه بازی نمیکنید که همین ویدیو رو ببینید و یاد بگیرید که چجوری باید بررسی کنید. یادتون باشه من از آخر به اول اومدم. یه نکته ای هم راجع به بازی میتونم در نهایت خدمتون عرض کنم که من چی از خود بازی که حریف من اینجوری بازی کرد اینا خود بازی چطور بود؟ آره اینطور بود ها، خود بازی اینطور بود دیگه، یعنی این بود. من به این نتیجه رسیدم دو تا نکته استراتژیک هم میتونیم از بازی یاد بگیریم. یه چند تا نکته استراتژیک بازی داشت که من بعدن وقت خواب داشتم بهش فکر میکردم که چی میشه یاد گرفت. دیوونه شدم دیگه، خوابای شطرنج هم میبینم. دیشب خواب میدیدم که با گوکش توی یه دانشگاهیم، دانشگاه کردستان، چه میدونم چرا اونجا چیکار گوکش اونجا چیکار میکنی، اصلا دیوانه شدم دیگه. آره خود چرا اینو میگی آخه اینجا؟ خلاصه من فیلدری 5 زدم. چرا بده؟ استری 5 فیلدری 5 یاد گرفتیم که همیشه مهره مهم نیست. این بازی خودم بود، اگه ویدیو رو ندیدین بریم ببینید. یاد گرفتیم که اینجا این خیلی جبران خوبیه و میتونیم برای این جبران تلاش کنیم چون رخ دو داریم. محاسباتم اینم یاد گرفتم که محاسباتم کنده، باید تقویتش کنم. از بررسی بازی خودمون به این نتیجه میرسیم که چه ضعفایی داریم. من یکی این که شروع بازی رو خوب بلد نبودم که اومدم الان تقویتش کردم، بایدم دوباره تقویتش کنم. و یکی این که محاسباتم کند بود و اینجا هم یه اشتباه
محاسباتی داشتم. یعنی اینو تا اینجا ارزیابی وضعیتم خوب نبود، یعنی تهش رخ D2 رو ندیده بودم که اینجا رخ D2 دارم که وضعم خوب میشه. اگرم یادتون باشه گفتم E4 E5 وزیر F3 فیل E6 رخ F3 1 رخ D2 سیاه میتونه رخش رو وارد D8 کنه، فیل C4 حداقلش برای سیاه مساوی این وضعیت و این پیاده ای که سفید جلوه به دردش نمیخوره. و این سفید چجوری باید برتریش رو نگه میداشت وقتی من با فیل زدم، رخ D8 بازی کردم، فیل F5 وزیر F4 زدم توی C5 که اینجوری پیاده رو نگه دارم. اینجا صحنه حساس بازیه که حریف من اشتباهش رخ C1 بود. اینجا باید فیل F3 بازی میکرد. فیل F3 برتری دو فیل زمانی که دو فیل رو داشته باشیم، خیلی ساده است نه؟ دو فیل یعنی اینکه دو فیل رو نگه داریم. رخ C1 که بازی کرد، من با فیل C3 بازی رو به تعادل رسوندم. یه باید فیل رو نگه، یه حرکت پیشگیرانه اینجا باید بازی میکرد. فیل F3 از این تعویض ها جلوگیری میکرد، حالا رخ وارد C1 میکرد. سفید یکم بهتره، هرچند خیلی نیست، حالا انجین لیچ اینجا میزنه زیاد، ولی من خودم بررسی میکردم وزیر F5 وزیر F6 F6 قبول داریم که سفید بهتره دیگه، یا اینجا میتونه بزنه و بعد به در C6 میگه F3 بازی کنه مثلا، این چیز قشنگیه. با E4 میاد در ادامه، فیل من خیلی فیل خوبی نیست ولی فیل اون فیل خوبیه، حمله هم داره، بازی دست سفیده، اینجوری میتونست برتریش رو نگه داره، ولی خب این کار رو نکرد. ته بازی هم یکی از عزیزان یه چیزی گفته بود، اینجاها رو که خوب بازی کردم مشکلی نداشت، وزیر G4 هم خوب بود. اینجا گفتم رخ D6 رو من محاسبه نکردم، این دیگه خطای محاسباتی بود، زمان یکم استرس زمان هم داشتم که باید این رو کمتر کنم، این دیگه خطای محاسباتی بود. یکی از عزیزان یه چیزی راجع به این آخر بازی گفته بود، اینجا رو خوب دفاع کردم، نشون داد دفاع هم خوبه. اینجا وزیر در B3، وزیر در B3 خیلی حرکت بهتری بود، خیلی حرکت بهتر، البته فیل F6 داره که وزیر E6 بازی ادامه داره. پس نه، وزیر در B3 هم مساویه. یکی از عزیزان گفته بود چرا آسر رو نزدی؟ و درست میگه، میتونستم آسر رو بزنم، بیشتر اذیتش میکردم. توی کامنت ها دیدم این رو، الان به ذهنم رسید، وزیر اگه اینو میزد دیگه B3 رو میزدم. نه وای، شجاع 8، خب این خیلی حالا مساوی میزنه انجین ولی عملی سخته دیگه. آها، وزیر F8 هم میگه وزیر D4، وزیر A8، قابل بازی، این میشه اینو زد برای برد یکم. هرچند سفید وزیرش خیلی مرکزیه، میگه B4 هم بازی میکنه مساویه، ولی به قول ایشون بیشتر میتونستم اذیتش کنم. حرفشون درسته. اینم از چیزایی که یاد گرفتیم، شروع بازی رو تقویت کردیم، اشتباهات محاسباتیمون رو یه بار مرور کردیم. خیلی مهمه، لازم نیست همه بازیاتون رو به این عمق بررسی کنید، فکر نکنید. من چون خب حالا یکم وسواس شروع بازی اینا دارم، یکم زیاد بررسی میکنم، شما لازم نیست در این عمق بررسی کنید. شاید فقط این که بفهمید مثلا میگم، حتی در این حد که آدم بفهمه که در این بازی چقدر زیاد پرینت کنی یه کتاب میشه، فقط این رو بفهمی که مثلا اینجا میگم، برای سفید اسب B5 بهتره و من باید اسب A6 C6 بازی کنم. مثلا اگه بازیکن همین رو هم بفهمه که من باید اسب A6 C6 بازی کنم، بعدش میتونم اسبمو به E4 بذارم، بعضی جاها اسب H5 فیلش رو بگیرم. اینا رو شما میتونید از این ویدیو داشته باشید دیگه، به عنوان چیزایی که برای مقابله با سیستم ورسوف هستش. اگه H3 نکرد اسبو میذارم H5، اگه فیلی دو کرد اسبو میذارم E4، توی بعضی شاخ ها F6 E5 دارم، بعضی وقتا باید C5 بازی کنم توی مرکز مثل آنیشگیری، بعضی وقتا وزیر B6. اینا رو توی ذهنش داشته باشه. حالا میگم کم کمش اینه که تو یاد میگیری اینجا من یه اسب A6 C6 دارم، بعدن هم میتونم اسبمو از C7 برگردم، یه جایی هم اسب H5 دارم. خود مهمتر از این که بفهمی بعد فیلی دو تو باید C5 میکردی، اینو بفهمی، این مهمترین چیزه. یعنی تا همین حدم بفهمی خب خوبه، برای این بازیت کافی بوده. حالا بازیای بعدی اگه حریفای دیگر مقابل اسب B5 بازی کردن، اگه وزیر D2 بازی کردن، میری جداگانه بررسی میکنی، ولی من کار همه اون بازی‌ها رو اینجا انجام دادم برای خودم که دیگه بعدن اگه کسی اومد با این ترتیب حرکات مقابلم بازی کرد مشکلی نداشته باشم و یه اعتماد به نفسی پیدا میکنم برای خودم وقتی شروع بازی رو بلدم. اینجوری خلاصه بازیکن سطح اول دنیا خیلی از اینا بیشتر بررسی میکنن و تیم براشون بررسی میکنه، یعنی 10 تا از من قوی تر براشون بررسی، حالا 10 تا زیاده، 5 تا از من قوی تر براشون بررسی میکنه، خودش بهشون ایده میده با کامپیوتر، با انجین های مختلف و خلاصه. امیدوارم که این ویدیو طولانی براتون آموزنده بوده باشه، نظر خودتون رو راجبش بنویسید، چطور بود،
امیدوارم که خوب بوده باشه. برای من که خوب بود، خودم لذت بردم. به قول مگنس کارلسن، باید لذت ببریم، بهترینه که لذت ببریم از شطرنج، و کاری که لذت نبری ازش توش هم موفق بشی ارزشش رو نداره. پس از شطرنج و زندگی لذت ببرید.